درود بر شما. به با خبر صبح ایران شهر خوش آمدید. امروز اول خرداد 2582 ایرانی هست و 22 از ماه می 2023 و شما بیننده و شنونده تفسیر اخبار صبحگاهی ایران شهر هستید. با ما در این برنامه همراه باشید. خب شب گذشته خبر رسید که تعدادی از سربازان مرزبانی کشور ایران در یک پست مرزی کشته شدند به دست افراد ناشناس. بعضی افراد گفتند که یک گروهی مسئولیتش رو به عهده گرفته، اما شاهزاده رضا پهلوی به این اتفاق واکنش نشون دادن و این حمله رو محکوم کردند و به خانواده ها و ملت ایران تسلیت گفتند. مرگ مرزبانان ایرانی رو ایشون نوشتن در توییتی: تروریست هایی که جوانان مرزبان ایرانی رو در سراوان به قتل رساندند روی دیگر سکه جمهوری تروریست اسلامی هستند که جوانان بلوط را اعدام می کند و به قتل می رساند. با خانواده سربازان جانباخته میهن عمیقا همدردی و این اقدام تروریستی را شدیداً محکوم می کنم. خب این اقدام رو چرا ایشون تروریستی خونده و چرا محکوم کرده؟ به خاطر اینکه سربازانی که کشته شدن در این اتفاق و این حمله همگی مرزبان هستن و حداقل 3 اونها سرباز وظیفه و از تصاویرشون که نگاه میکنید کودکن هستن، فوق العاده افراد جوان و کم سن و سال، در واقع نوجوان. علی کریمی هم سپس فوراً در اینستاگرام این رو تسلیت گفته و نوشته: به یاد سربازان جاویدنام ایران. اما این داستان به بسیاری تجزیه طلبا، به بسیاری از مثلا مجاهدین و دیگران برخورده و مدام توهین ها و حرف های کاملا بی ربطی زده میشه و تصور میکنن که این حملات به شاهزاده رضا پهلوی خدشه ای وارد میکنه. مسئله اینجاست، ببینید، انقلاب ملی ایران و این رستاخیز ملی یک جنبش و یک انقلاب احمق نیست. بارها ما گفتیم و شما هم دیدید و نشانهاش هم گفتیم و همه چیز رو توضیح دادیم که جوانان و ملت ایران به بیراهه نمیرن، سیاه‌سفید همه چیز رو نمیبینن و قابلیت و قدرت پردازش و تشخیص دارن. اتفاقی که افتاده برای مرزبانان ایرانی افتاده. اینا سپاهی نیستن. مرزبانی ایران کاملا یک یگان مجزاست از تمامی سازمانهای نظامی کشور و این به خودی خود مجزا عمل میکنه. حالا ممکنه اتفاقاتی هم افتاده باشه طی سالیان گذشته، اما بیشتر جنایاتی که در مرزهای ایران اتفاق میفته، یعنی میشه گفت اکثریت قریب به اتفاق اونها، از جمله کشتن کلی هم میهن کرد در کولبری که اینا انجام میدن از روی فقر شدید، توسط سپاه پاسدارانه. این که یه سری چرا بهشون بر میخوره که چرا باید از جون مرزبانان حفاظت کرد، این واقعا فقط به دیدگاه اونا برمیگرده. اما چرا شاهزاده رضا پهلوی در مورد این مسئله هشدار دادن و این موضوع رو پررنگ کردن؟ ببینید، الان جمهوری اسلامی کشور ایران رو به مرز یک میشه گفت تزلزل رسونده و الان وسط یک جنگ بزرگ گیر کردیم و احتمال داره که قاطی یک جنگ جهانی بشیم و در چنین مواردی کشورهای همسایه همیشه تلاش میکنند که یک ناخونکی بزنن، از جمله جاهایی مثل اقلیم کردستان که آقای علی جوانمردی عاشق اونجاست و اینها رویایی دارن و میخوان که کشور تشکیل بدن از ایران سوا، در صورت که اصلا هیچ جایی به لحاظ فکری و به لحاظ تمدنی هم میهنان کرد ما و کلن همه کردها به جز ایران ندارن. یعنی تمدن ایران جایی که اینها بسیار نقش پررنگی در زندگی داشتنش داشتن، اصلا جای مجزایی به جز ایران ندارن برن، هم فکریم ما. اما همسال علی جوانمردی که اصلا معلوم نیست چطوری این در تمامی تلویزیون ها مدام میارنش و چطور تو این مافیاهای رسانه‌ای راه پیدا کرد و مشخصه که نفوذی به خرج داده شده، نفوذ بسیار بزرگی، اینها از روی بیسوادی و حماقت و حتی از روی طمع اصلا به فکر ایران و یک پارچه نگه داشتن ایران نیستن. اما شاهزاده رضا پهلوی بارها گفته که تمامیت ارضی ایران خط قرمزه و مرز ایران چیزی نیستش که بشه با شوخی کرد. علی جوانمردی یک توییت زده، گفته فاشیسم اوریان ملیگرا نیست،
و مثلا توییت شاهزاده رضا پهلوی رو فاشیسم اوریان خطاب کرده. یه سری چیزا نوشته که من دارم آخرش میارم. نوشته کشتن سرباز وظیفه اشتباه است، خود جوانمردی نوشته، ولی در جریان درگیری این تشخیص ممکن نیست. آقا چه جریان درگیری؟ حمله به یک مقر مرزبانی که قبلا هم اتفاق افتاده از طریق یه سری گروهای جدای طلب دیگه. اینا یعنی نمیدونن اینا کیان توش. سربازان میهنی چه در مرز و چه در خیابان باید از اجرای فرمان جنایات سرپیچی کنند تا قربانی بقای نظام فاسد نشوند. ببینید، نگه داشتن مرز ایران سرپیچی و غیر سرپیچی نداره. اینا باید مرز ایران نگه دارن. و در ادامه نمیشه رزمندگان بلوچستان سپاه رو هدف قرار دهید. بسیار خوب، سپاه رو هدف قرار دهید. اینا هیچ کدومشون سپاهی نبودن آخه. ببینید تناقضات چرت و پرت تجزیه طلبا می نویسن با کلی توهین و حمله های مزخرف و بیمعنی. انگار که مثلا این آدمان، یعنی شما چهره رو نگاه بکنید، شما به من بگید که آیا اینا سپاهی های بچه پولدارای سردارا هستن یا پارتی دارن که یه دفعه در نوجوانی در دور افتاده ترین مرزهای شرقی ایران در بلوچستان سردر میارن؟ همه میدونن که تو ایران و در نظام اسلامی سربازی پارتی بازیه. یعنی پارتی داری تو سپاه اینجور جا نمیفرستنت، میفرستنت جاهای دیگه. اون کسایی هم که دارن میرن اونجا خودشون با خواست خودشون میرن و اون جنایاتو میکنن و بعدم ترفیع میگیرن. اما اینا هیچ ارتباطی به هم نداره. اینا سپاهی نبودن، مرزبان بودن و مرز ایران باید حفظ بشه تحت هر شرایطی. اما جنایاتی که سپاه کرده در مورد کولبرا که میبینید 10-12 سالشون، همین از اینا هم کوچیک‌تر، سنهای بسیار پایین، به خاطر امرار معاش دارن کولبری میکنن، میکشنشون، اون داستانی جداست و کشته میشن توسط این سپاهیای خونخوار، اون داستانی جداست. اینا رو نباید قاطی کرد، هیچ ارتباطی به هم ندارن. چیزی که تجزیه طلبا نمیفهمن و میخوان ما را مثل خودشون جلوه بدن اینه که اونها چون قدرت پردازش و قدرت تفکر ندارن، ما مثل اینا احمقیم و نمیتونیم این چیزها رو از هم تشخیص بدیم. اما واقعیت اینه در برهه‌ای که ایران داره وارد میشه، بسیاری خواهند اومد تا تکیه‌ای بکنن و ما باید مرزها رو تحت هر شرایطی ثابت نگه داریم، وگرنه درگیر جنگ‌های بزرگی میشیم. کشتن مرزبان ایرانی هیچ ارتباطی با مبارزه در شهر با سپاهی و بسیجی نداره. من بارها در مورد این صحبت کردم، شب گذشتم در برنامه‌مون گفتیم بجنگید، ما در یک جنگیم، اما نه با مرزبان در دور افتاده ترین قسمت مرزی کشور، با سربازای وظیفه بیچاره که از اینجا سر در آوردن. آخه این کجاش ربطی داره به انقلاب ملی؟ این میخواد چه نظامی عوض بکنه؟ این به نفع کی میخواد تمام بشه؟ به همین سادگی شما دارید دیبینید چقدر این کار احمقانه و زشت بوده و قطعا ما با تمام توان از اعلامیه شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنیم و این حمله تروریستی رو محکوم میکنیم. مرزهای ایران غیر قابل شوخیه و افرادی که تمامیت ارضی براشون مفهومی نداره علیه این صفحه گذاری میکنن. ما یک لحظه تحمل نخواهیم کرد، هیچ اهمیتی به حرف اینا نمیدیم و اینا هر لحظه خودشون رو بیشتر برای ملت ایران ضایع میکنن. بذارید بکنن تا ببینید نتیجه چه خواهد شد. خب شب گذشته که پایان جلسه G7 بود، یعنی 7 گروه صنعتی در هیروشیمای ژاپن، صحبتایی شد که ما به جوانبی از اون اشاره کردیم، اما یک سری نکات مهم اون باقی مون که در این برنامه و در اینجا به اون خواهم پرداخت. ببینید بایدن در انتهای این نشست صحبت کرده و گفته که در آینده نزدیک مناسباتمون رو با چین تغییر میدیم. در این حال نخست وزیر انگلستان ریشی سوناک گفته که چین بزرگترین تهدید برای امنیت جهانی است. خب این حرفا چرا داره زده میشه؟ چرا اینا دو پهلو دارن حرف میزنن؟ ببینید غرب و این G7 مطمئنن که چین به تایوان حمله خواهد کرد. حالا دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره، قطعا حمله میکنه. جو بایدن گفته ما به دنبال جداسازی روابط از چین نیستیم، بلکه در صدد خطرزدایی و تنوع بخشی به روابط خود با چین هستیم. خب ببینید اینها در واقع چی دارن میگن؟ هم سوناک هم جو بایدن و دیگران، اینا دارن میگن که بزرگترین خطر چینه و باید مواظب باشیم، اما در این حال میترسن سیاست‌های جدی اتخاذ بکنن. چرا؟ چرا این کارو میکنن؟ به خاطر اینکه ببینید چین دنبال بهانه‌ای خواهد بود، مثل بهانه ناتو و گسترشش به شرق که با این بهانه حمله کرد به اوکراین دیگه،
چین هم دنبال چنین بهانه‌ای خواهد بود و چیزی گیر خواهد آورد و حمله خواهد کرد. اما الان غربی‌ها و کارهایی که چین کردند و به کلی اتحادی که اعراب و کشورهای مسلمان الان در واقع، مثلا امروز خبر رسید که رژیم اسلامی با اندونزی به توافق رسیده که کالا با کالا با اون تجارت بکنه، یعنی نفت بده، گاز بده، دار و ندار ملت ایران بده و هرچی اونا میدن بگیره و یا حالا بفروشه در کشورهای دیگه، یا مثلا چند برابر قیمت یکی از آقازاده ها بفروشه به ملت ایران و سر ملت کلا بذاره. ببینید، بنابراین فقط اتحاد اعراب نیستش که الان با چین، رژیم اسلامی و روسیه هم پیمان شده، یعنی اینا همشون رفتن تو یک لیگ. و این به خاطر چی بود؟ چرا این چین این کارو کرد؟ به خاطر اینکه ببینید این اتحادی که به وجود اومده همینجوری نیست، یعنی چین این وسط امتیازهایی داده، چیزهایی گفته، قول و قرارهایی داده و به این سادگی ها این اتحاد، مثلا جمهوری اسلامی 10 سال پیش حمله کردن سفارت عربستان زیر رو کردن بسیجیا، یعنی سپاهی ها ریختن نابود کردن، همین چه بهش هم افتخار میکردن، تا همین چند ماه گذشته بهش افتخار میکردن. کیهان تهران، روزنامه علی خامنه ای چندین بار در این مورد تیتر زد و بهش افتخار میکرد به این کار. یه دفعه چی شد؟ امتیازهایی داده شده، امتیازهای بزرگی چین داده که این پیمان ها رو منعقد بکنه. چرا؟ چرا باید این کار بکنه؟ ببینید، هر کس میخواد بره جنگ، هر فرد عاقلی وقتی میخواد بره جنگ اول شروع میکنه به آماده سازی، پشتیبانی آماده میکنه، شرایط آماده میکنه، جو آماده میکنه. یعنی کتاب سانزو، جنرال چینی که هنر جنگ اسم کتاب، خوبه که برید بخونید. اصلا مهمترین درسی که میده اینه که شما قبل از جنگ باید همه چیز آماده بکنی، یعنی باید آماده جنگ بشی، همه چیزو بسنجی، دشمنت دست کم نگیری، همه این صحبت ها. و چینی ها به خوبی این رو میدونن. الان این آماده سازی ها به خصوص مونیپول کردن انرژی خلیج فارس برای چین، یعنی الان عربستان بزرگترین صادرکننده به چینه در نفت، همینطور قطر و کشورهای دیگه هم الان تو این لیگ هستن. البته قطر همونطور که گفتم کمی مقاومت میکنه الان و مقاومت خواهد کرد، معلوم نیست سرنوشتش چه بشود، اما اینجور که بوش میاد قطر هم قاطع اینا خواهد شد و ضربه خواهد دید و عقب میفته کاراش. در این حال روسیه الان فقط به چین حتی با رژیم مسابقه گذاشتن که هر کدوم نفت رو ارزون تر بفروشن، به خصوص که روسیه نیاز داره که نفت رو بده بره. همونطور که گفتم منابع نفت روسیه در سیبریه و اگر متوقف بشه فروش نفت و این نفت، یعنی شما نمیتونی مثلا 10 میلیون باشه، 100 میلیون، 200 میلیون باشه، جایی نمیتونی ذخیره بکنی، باید بره جایی، یعنی مخزنی وجود نداره که اینو ذخیره کنه، اونم در سیبری. بنابراین اگر متوقف بشه فروش نفت روسیه، چاهای نفت یخ میزنن و میترکن، همونطور که قبلا براتون گفتم، چون نفت تبدیل میشه به ژله، آبی که داخل نفت هست خارج میشه از بغل این ژله و منجمد میشه و منبسط میشه، سپس همونجور که یخ همیشه میشه و لوله ها رو میترکونه. قبلا این اتفاق افتاد و 3 دهه طول کشید تا آمریکایی‌ها بیان برای روسا تو سیبری اینو بسازن. اگر این اتفاق دوباره بیفته دیگه نفت روسیه تمام کارش، برای شاید نیم قرن حتی ممکنه طولانی تر از اون. بنابراین روسیه هم ناچار این کارو بکنه. الان چیکار کرده چین؟ اومده تمام این نفت و انرژی رو مونیپولی کرده برای خودش با این اتحاد. حالا چه امتیازی داده ما هنوز نمیدونیم، اما چیزی که مشخصه اینه که داره آماده میشه برای یک جنگ. آمریکایی‌ها، غربی‌ها کلاً دارن میگن که آقا چین خطر بزرگه و مدام در مورد این دارن صحبت میکنن. از طرف دیگه کاری هم نمیتونن بکنن، چون اگه کاری بکنن بهونه میده که چین حمله به تایوان رو شروع بکنه. اما به نظر من اول آخر این اتفاق خواهد افتاد. چرا؟ به خاطر اینکه غربی‌ها انقدر بی عرضه و بی جربزه شدند که حتی نمیتونن جلوی روسیه رو درست حسابی بگیرن، یعنی گرفتن، یعنی واقعیت دارم شما بگم اوکراین تا حالا باید 3 بار تسخیر میشد. اما الان مثلا در باخمود وقتی روز گذشته پیشروی کرد روسیه، این خودش انرژی میده به چین و آماده تر از همیشه میشه. برای چی؟ برای اینکه هر وقت غربی ها در نهایت درگیری در روسیه باشن به تایوان حمله بکنن، چون این بهترین زمانه برای اینکه در نهایت ضعف دشمن یعنی غرب حمله بکنه به تایوان و تایوان رو تسخیر بکنه، که جنگ تایوان جنگ بسیار بزرگتری از روسیه خواهد بود، چون مثلا روسیه مرز زمینی داره با اوکراین، شما پیاده میتونی مثلا با ماشین همونطور که دیدید با جاده اینا حمله کردن در جاده ها. تایوان و چین وسطشون دریاست، یا اقیانوسه، یعنی شما باید کشتی بار بزنی، نیرو بری پیاده بکنی. اوکراین اصلا منتظر جنگ نبود و مطمئن نبود، حتی زلنسکی
چند روز مونده بود به جنگ میگفت این اتفاق نمیفته یادتون باشه و ما در مورد این صحبت کردیم. اما تایوان الان سالهاست منتظره که چین حمله بکنه، یعنی آماده سازی کرده، اونا اینجوری هم نیست. بنابراین درگیری اونجا بسیار بزرگتر هم خواهد بود. الان کل دنیا داره به سمت یک جنگ میره و میتونه این بشه یک جنگ جهانی سوم. به خاطر چی؟ به خاطر که در جنگ های جهانی، یادتون باشه دو سال پیش کسی از من پرسید که در مورد جنگ جهانی نظرتون چیه، اون زمان چنین احتمالاتی وجود نداشت، اما واقعیت این که الان وجود داره. چرا؟ چون همونطور که همون موقع من گفتم و الان هم همینو میگم، وقتی جنگ جهانی اتفاق میفته که دنیا دو یا سه دسته میشه و این دو یا سه دسته به خاطر منافعی که نمیتونن ازش بگذرند درگیر جنگ میشن، یا به صورت پشتیبانی یا مستقیم. الان داره این اتفاق میفته، الان جنگ های بزرگی داره رخ میده که الان مثلا شما میبینید تمام غرب الان تو اوکراین دارن با روسیه میجنگن، نه مستقیم بلکه غیر مستقیم. پیشرفته ترین سلاح الان انگلستان پیشرفته ترین موشکاشو دیروز بار زد و ارسال کرده به اوکراین، پیشرفته ترین موشکای انگلستان رو. شما ببینید شوخی بردار نیست این داستان که ما داریم به سمتش پیش میریم. از طرفی هم شما دارید میبینید در مرزهای ایران اتفاقاتی میفته، باید 100% مرزها رو نگه داشت، نباید اجازه داد که ناخونکی زدی بشه این وسط، به خصوص تجزیه طلبا. امسار علی جوانمردی رو باید به کلی بایکوت کرد، بزنید تو دهن اینا، اجازه ندید که فعالیت بکنن. ما در مرز یک جنگ جهانی قرار داریم و تمام شواهد نشون میده که چین و روسیه که هر دوی اینها الان در آخرین دهه توسعه در این حد خودشون هستند، نهایت توانشون رو خواهند کرد، به خاطر اینکه هر دوی این کشورها الان توسط دیکتاتوری های فردی اداره میشن. یعنی پوتین 10 سال پیش چنین توانی نداشت که اینطوری مثلا این کار رو انجام بده، انقدر شبکه و مافیا مثل علی خامنه‌ای ساخته میتونه این کار رو بکنه. از طرف دیگه چین هم یک حزب مرکزی کمونیست بود که اینا کارایی میکردن. طی 10 سال اخیر شی جی‌پینگ همه رو اعدام کرده، فقط الان خودش تصمیم گیرنده است و حتی اخبار رسانه های دیگه اینا رو هم نگاه نمیکنه، بلکه اخبار رو افرادی بهش میدن و بسیاری از موارد اصلا خیلی چیزا رو بهش نمیگن. بنابراین شما دارید میبینید که در یک موقعیت بسیار بد قرار داریم، داریم برمیگردیم به یک قرن اخیر که جنگ های جهانی در گرفت و یک نظم جدید جهانی شکل گرفت. مطمئن باشید اول آخر هرچه که باشه غرب نهایتاً پیروز خواهد شد، به خاطر اینکه همه چیز دست ایناست، بازار دست ایناست، تولید دست ایناست. چین رو نگاه نکنید، چین بازار آمریکا رو تغذیه میکنه. اگر آمریکا خودش بخواد اینها رو تولید بکنه و اروپا و کشورهای دیگه، اصلا چین هیچی نیست در تولید. چرا؟ چون بازاری نخواهد داشت که بفروشه و اصل پولی که چین در میاره از بازار آمریکا و بازارهای دیگه است. احتمال زیادی داره که آمریکا هم از این بدش نیاد، از این داستان که الان زمانش نیست در مورد این صحبت بکنم، چون یه سری مسائل هستش که گفتنش الان زوده. اما واقعیت اینجاست که کشور ما وسط این داستان گرفتار شده و شاهزاده رضا پهلوی داره کارهای ملی انجام میده، داره خطهای ملی میده که ما باید بگیریم و در همون خط حرکت بکنیم. کشور در خطره، اینها درگیر جنگ شدن، ممکنه بشه جنگ جهانی و اتفاقات ناگوار قرن گذشته دوباره برای ایران تکرار بشه. نباید بذاریم این اتفاق بیفته، باید جنبش ها رو قدرتمند بکنیم، ملی‌گرا بکنیم و فقط و فقط به رهبری شاهزاده رضا پهلوی و بازگشت پادشاهی به ایران فکر بکنیم. روی هیچی سرمایه گذاری نکنید، این تجزیه طلب ها رو به حال خودشون بذارید و فقط در این خط حرکت بکنید. تا با خبر بعدی که امشب خواهد بود، بدرود.